هم دولت سوئد باید هر چه زودتر به مسیر درست برگرده. ادامه تنش ایران و سوئد بر سر محاکمه نوری و حکم اعدام جلالی. تهران کشورهای غربی را به همدستی با اسرائیل در عملیات تروریستی و جاسوسی متهم کرد. درود بر شما. بیننده مجموعه خبرهای نیمروزی هستید از ایران اینترنشنال. ابتدا مهمترین عناوین روز. دقت کنید تیترهای سیاه، تیترهای انتقادی، گرونی، این چیزها را نذارید. دستورالعمل مدیران ارشد صدا و سیما برای سانسور نارضایتی ها و اعتراض ها. گویندگان و تهیه کنندگان برنامه ها از نقد دولت و نظام خودداری کنند. رژه نظامی ارتش روسیه در مراسم سالگرد پایان جنگ جهانی دوم. من اینجا در کیف به واکنش‌های اوکراین و حامیان غربیش به سخنرانی ولادیمیر پوتین در این سخنرانی میگم. و مجموعه گزارش‌های ایران اینترنشنال از وضعیت آموزشی کشورها پس از شیوع کرونا. 3,500,000 دانش آموز ایرانی به گوشی هوشمند دسترسی نداشتند. همزمان با ادامه تنش میان جمهوری اسلامی و سوئد بر سر دادگاه حمید نوری در استکهلم و اخباری از اجرای احتمالی حکم اعدام احمد رضا جلالی در تهران، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی کشورهای غربی را به همدستی با اسرائیل برای انجام عملیات تروریستی و جاسوسی در ایران متهم کرده. خطیب‌زاده با انتقاد از نحوه محاکمه حمید نوری درباره صدور حکم اعدام برای احمد رضا جلالی، زندانی دو تابعیتی ایرانی سوئدی گفته پرونده جلالی به دادگاه نوری ربطی ندارد و این سوئد است که قصد گروکشی دارد. آقای جلالی به جرم جاسوسی مدت هاست که در جمهوری اسلامی ایران دستگیر شده، حکمش صادر شده، حکمش بازنگری شده و دوباره درخواست بازنگری خورده و سال هاست که این موضوع داره پیگیری میشه. خسارت های عمده‌ای هم زده. متاسفم هستیم که دوستان ما در مراکز اطلاعاتی و امنیتی گزارش هایی که میدن حاکی از این است که برخی از این کشورهای غربی به رژیم اشغالگر قدس در خصوص این عملیاتاش کمک کردن. این که آقای نوری بعداً طراحی میشه، گروهک شکست خورده منافقین دامی رو پهن میکنه و بعد هم شاهد میاره، شاهد رو از گروه خودش میاره، دادگاه رو سیاسی میکنه، همه رو به بازی میگیره و دولت سوئد اجازه میده و بعد هم سیاسیش میکنه، شک ما رو برمیانگیزه که چطور این اتفاقات همه بعدش میفته. یک سیاستی در برخی از این مراکز رسانه‌ای وجود داره که اتفاقاتی که میفته با فراموش کردن تقدم و تأخرش سعی میکنن به هم مرتبط کنن. اینا هیچ ارتباطی به هم ندارن. اگر ارتباطی هم هست حتما طرف سوئدی دوست داره این ارتباط رو برقرار کنه و بیشتر ما رو شک میندازه که تا چه حد دادگاه رو نمایشی و سیاسی کردن. متاسفانه حقوق اولیه آقای نوری رعایت نشده. از همین تریبون من چندین بار گفتم دادگاه صلاحیت نداشته. مقدمه، مؤخره، روندها، روالهای قضایی همه نادیده گرفته شده. حقوق اولیه آقای نوری رعایت نشده. من از شما رسانه‌ها درخواست می‌کنم به جزئیات با یک نگاه کاملا منصفانه به جزئیات اتفاقاتی که در مورد ایشون افتاده توجه کنید. متاسفانه دولت سوئد توجه نکرده. من فکر میکنم دولت سوئد باید هر چه زودتر به مسیر درست برگرده. فکر نکنه که با این گروکشی ها موضوع آقای جلالی فراموش میشه. موضوع آقای جلالی موضوع یک حکم تروریستی هست و یک حکم جاسوسی که در مسیر خودش پیگیری میشه. برای بررسی این صحبت ها کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون، با رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار از مالمو به ما ملحق میشن. آقای حاجی حسینی، سعید خطیب‌زاده با این استدلال که محاکمه نوری بعد از صدور حکم اعدام برای احمد رضا جلالی انجام شده، سوئد رو به گروکشی متهم کرد. نظر شما در رابطه با این صحبت ها چیه؟ صحبت ها تأسف آوره و به نوعی در واقع خلاف واقع، جهل واقعیت هست. آقای نوری در بیش از 93 جلسه، اصطایی میخوام 92 یا به روایتی 93 جلسه دادگاه حاضر شد و روند دادرسی او بحث دیگری است که بعد میشود بهش پرداخت. منتها آقای خطیب‌زاده اساسا سطح درگیری و در واقع تنش رو با سوئد و حتی دیگر دولت‌های اروپایی
به یک نزاع در واقع جدی تبدیل میکنه. او این کشورها رو متهم میکنه به همکاری اطلاعاتی با اسرائیل برای انجام عملیات تروریستی یا جاسوسی در ایران. اینها خب شواهد براش وجود نداره، فکتی ایشون ارائه نمیکنه، ادعاهای سیاسی است و اتفاقا این جمهوری اسلامی است که در واقع مسئله رسیدگی به اتهامات حمید نوری رو تبدیل کرده به یک مسئله سیاسی. فرافکنی آشکار اینجا اتفاق میفته. ما به طور مشخص دیده ایم این روند گروکشی رو، روند گروگانگیری رو، اینکه برای در واقع اینکه امتیازی گرفته بشه از طرف غربی، جمهوری اسلامی به طور پیوسته این سیاست گروگانگیری رو اجرایی کرده. و نکته دیگر اینکه خروجی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی پرونده‌ای است مثل آنچه بر سر مازیار ابراهیمی آمد. ما شاهد بودیم که او متهم شده بود به جاسوسی، متهم شده بود به اقدام برای بمبگذاری و چه شکنجه هایی دیده بود، در چه فضایی در واقع او رو وادار کرده بودند به اقرار، و بعد او بعد که توانست از ایران خارج بشه اینها رو روشن کرد، مطرح کرد. در چنین فضایی اساسا ادعاهای کسی آقای خطیب‌زاده مطرح میشه قابل در واقع باور نیست. ضمن این که روابط ایران و سوئد هم در طول سالهای گذشته به ترتیبی بوده است که حتی بله، استفان لوون نخست وزیر پیشین سوئد در زمان دولت حسن روحانی به ایران سفر کرد و با آقای خامنه ای هم دیدار داشت که این موضوع از توی در واقع جریانهای مختلف ایرانیان مقیم سوئد در واقع خیلی بهش انتقاد شد و اعتراضهای جدی به اون کرد. باز به شما برمیگردم، بیشتر میپردازیم. اما آقای متین، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی رسما داره کشورهای غربی رو به همدستی برای اجرای عملیات تروریستی در ایران متهم میکنه. آیا میشه گفت شاهد دور جدیدی از تنش بین تهران و کشورهای غربی هستیم؟ واقعیت اینه که این تنش وجود داشته و این اتهاماتی که آقای خطیب‌زاده امروز مطرح کردن، هرچند با لحن تندتری مطرح کردن، ولی در گذشته هم ایران این رو مطرح کرده. حتی در جریان اون حمله به سایت هسته‌ای در کرج، جمهوری اسلامی حتی خود آژانس انرژی هسته‌ای بین‌المللی رو هم متهم می‌کرد به همکاری با اسرائیل. اما اینکه چرا در این مقطع خاص با این به اصطلاح درجه از شدت و به اصطلاح رتوریک این حرفا رو میزنه سخنگوی وزارت خارجه، به احتمال زیاد مرتبط هست با این سفر قریب الوقوع امریکا مورا، هماهنگ کننده مذاکرات هسته‌ای از سوی اتحادیه اروپا، که قرار فردا به ایران بیاد. به نظر میرسه جمهوری اسلامی با توجه به سخنان آقای جوزف بورل که چند روز پیش در مصاحبه با فاینانشال تایمز گفته بود که توافق هسته‌ای یعنی احیای برجام به نفع اتحادیه اروپا است به دلیل جنگ اوکراین و روسیه، نیاز اروپا به جایگزین کردن انرژی روسیه و اینها، احتمال میدن که اشتهای اتحادیه اروپا برای سازش بیشتر هست و جمهوری اسلامی همچنان که مسائل غیر برجامی دیگری نظیر خارج کردن اسم سپاه از لیست تروریستی آمریکا یا مبادله زندانیان رو به عنوان به اصطلاح بخشی از مذاکرات برجام به طور موازی ادامه میده، میخواد با این شارها شاید اتحادیه اروپا رو مجبور کنه، حالا اگر هم نه حمید نوری، اسدالله اسدی که در بلژیک متهم محکوم به 20 سال زندان شده دلیل طرح حمله به بمبگذاری در یک به اصطلاح تجمع سازمان مجاهدین در فرانسه، اون رو شاید بخواد به اصطلاح مبادله بکنن یا آزاد بکنن. در هر صورت مجموعاً میخواد مسئله نوری و دیپلمات‌های دیگر ایرانی که به دلایل مرتبط به مسئله تروریستی در اروپا بازداشت هستن رو مرتبط بکنن با مذاکرات برجامی و مذاکراتی که با اتحادیه اروپا دارن در رابطه با تجاری و مبادلات اقتصادی دو جانبه. بله. و آقای حاجی حسینی، سعید خطیب‌زاده یه بخشی از صحبتاش میگفتش که دادگاه حمید نوری در واقع غیرقانونی بوده، حقوق اولیه اون رعایت نشده. شما میدونم که پیگیر بودید و از ابتدا روند دادرسی رو بررسی میکردید، ارزیابی شما چیه؟ آیا اینطور بوده؟ من اول یک نکته رو اشاره بکنم. آقای خطیب‌زاده تاکید داره که این دادگاه رو گروه مجاهدین خلق که او با نام منافقین از اونها یاد میکنه شکل دادن. این به طور مشخص خلاف واقعه. کسانی که عامل دستگیری آقای نوری بودند، ایرج مصداقی به طور مشخص، کسانی هستند که سالیان درازی از در واقع سازمان مجاهدین جدا شدند، منتقد جدی این سازمان هستند، رویارویی وجود داشته میان
این شاهدان، شاهدان مستقل و خود سازمان مجاهدین از گروه های چپ در این دادگاه شهادت دادن. یعنی شاهدان اساساً به تعداد محدودیشون ارتباط ارگانیک داشتند با سازمان مجاهدین. بحث دیگر این است که به طور نمونه عرض میکنم، خانواده آقای نوری اعتراض داشتند به اینکه او 3 ماهه که در سلول انفرادی به سر میبره. از کسانی که به عنوان فعال مدنی در دادگاه حاضر بودند میخواستند که این موضوع رو محکوم بکنند. موضوع این است که آقای نوری با حکم دادگاه در روالی قانونی از روز اول بازداشتش اتفاق افتاده، هر 4 هفته 1 بار بازداشت او تمدید شده و اینکه در سلول انفرادی بوده است با نظر قاضی بوده بر اساس اینکه او نتواند بر تحقیقاتی که در واقع این پرونده باید انجام بشه اثر بگذاره. این رو شما مقایسه بکنید با اینکه نیروهای امنیتی در ایران زندانی سیاسی رو به قصد شکنجه، به قصد گرفتن اعتراف در سلول انفرادی در انزوا نگه می‌دارن. اینها مواردی است که به هر حال مطرح میشه و واقعا اگر موردی باشه که محل توجه و در واقع رسیدگی قضایی باشه حتما میتونن دادگاه در سوئد اون رو ارجاع بدن. و آقای متین اگه بخواین یه ارزیابی کلی و البته کوتاه داشته باشید با توجه به صحبتایی که امروز سعید خطیب‌زاده مطرح کرده، آیا میشه گفتش که جمهوری اسلامی تمایل بیشتری به شرق داره و در واقع روگردانی بیشتر از غرب؟ قطعا خب گرایش جمهوری اسلامی به چین و کلا شرق و روسیه در 1-2 دهه اخیر کاملا محسوس هست. این رو جمهوری اسلامی به عنوان یک ابزار برای تقویت خودش در رابطه با نزاعی که با غرب داشته به خصوص بستر برنامه هسته‌ای، این رو خیلی تعقیب کردن، قرارداد استراتژیک با چین و حتی روسیه امضا کردن. همه اینها وجود داره ولی خب این گذار در کوتاه مدت ممکن نیست، یعنی ساده نیست و در این دوره انتقالی ایران کماکان نیاز داره به اصطلاح مبادلات بازرگانی، به بازگردوندن انرژیش به بازارهای جهانی و همه اینها هم باز منوط به بالاخره احیای برجام هست که ایران الان درگیرش است. مسئله این هست که در اروپا سیستم قضایی استقلال بسیار بالایی داره از نظام سیاسی و حتی در مورد مثلا دادگاه میکونوس در اول دهه 90 میلادی دولت آلمان واقعا مایل بود که مسئله فیصله بدن و روابطشون رو با ایران حفظ بکنن، ولی دادگاه‌های آلمان این رو در واقع مستقلا عمل کردن و اون حکم تاریخی صادر شد. در مورد سوئد هم احتمالش به احتمال زیاد این دخالت دولت در روند قضایی خیلی ناممکن خواهد بود یا خیلی نامحتمل هست، ولی جمهوری اسلامی تلاش میکنه که با ایجاد فشار در یک عرصه بخواد که در یک عرصه دیگری از اتحادیه اروپا یا طرفهای غربی امتیاز بگیره. یعنی اگر شما نمیتونید مثلا حمید نوری رو آزاد بکنید، مثلا در این زمینه در رابطه با مسئله سپاه یا تعهدی که آمریکا از ایران میخواد در رابطه با عدم پیگیری به اصطلاح عاملین قتل سلیمانی، از این نظر میخواد امتیاز بگیره. ولی خب باید دید که در این دیدار آقای مورا به چه نکاتی به اصطلاح بیستر. سپاسگزارم از هر دوی شما، آقایان کامران متین استاد روابط بین الملل که از برایتون همراه بودید ما بودید و رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار از مالمو. در ادامه برنامه به محتوای فایل صوتی میپردازیم که به ایران اینترنشنال رسیده و در آن مدیر رادیو فرهنگ از دستورالعمل ویژه‌ای برای سانسور اخبار مربوط به اعتراضات مردم میگوید. همزمان تصاویری از حضور سنگین نیروهای امنیتی در خیابان‌های چندین شهر منتشر شده و اخباری از بازداشت 10 معترض در خوزستان. همراه ما بمونید. بیننده و شنونده مجموعه خبرهای نیمروزی هستید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. دولت سوئد باید هر چه زودتر به مسیر درست برگرد. ادامه تنش ایران و سوئد بر سر محاکمه نوری و حکم اعدام جلالی. تهران کشورهای غربی را به همدستی با اسرائیل در اجرای عملیات تروریستی و جاسوسی متهم کرد. دقت کنید تیترهای سیاه، تیترهای انتقادی، گرونی، این چیزها را نذارید. دستورالعمل مدیران ارشد صدا و سیما برای سانسور نارضایتی ها و اعتراض ها. گویندگان و تهیه کنندگان برنامه ها از نقد دولت و نظام خودداری کنند. رژه نظامی ارتش روسیه در مراسم سالگرد پایان جنگ جهانی دوم. و مجموعه گزارش های ایران اینترنشنال از وضع آموزشی کشورها پس از شیوع کرونا. 3,500,000 دانش آموز ایرانی به گوشی هوشمند دسترسی نداشتند.
بر مبنای گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، ده‌ها شهروند معترض به گرانی و مشکلات معیشتی در استان خوزستان بازداشت شدند. در ویدیوهایی که از این اعتراض‌ها منتشر شده، حضور گسترده نیروهای امنیتی قابل مشاهده است. اینترنت تلفن‌های همراه هم دیروز و برای سومین روز متوالی در اکثر شهرهای استان خوزستان قطع یا با اختلال همراه بوده. همزمان مدیر رادیو فرهنگ صدا و سیما از تهیه کنندگان و مجریان خواسته کنترل بیشتری بر انتشار اخبار مرتبط با نارضایتی‌ها و اعتراض‌ها داشته باشند و از نقد دولت رئیسی و طرح انتقادهایی که به زیان نظام سیاسی است خودداری کنند. علیرضا حبیبی در فایل صوتی که به ایران اینترنشنال رسیده از نگرانی‌های امنیتی نظام و مدیران ارشد صدا و سیما می‌گوید و خواستار سانسور اخبار شده. من میگه پیامتشون توی گروه مدیران گذاشته بودم، ولی با توجه به تاکید آقای بخشی‌زاده و دستوریشون من دیگه گفتم به خود گروه بذارم و میخواستم که به تک تک شما زنگ بزنم، ولی این پیام من رو به عنوان یک پیام تلفنی فرد به فرد در نظر بگیرید. اول خطاب به گویندگان محترم برنامه صبح به وقت فرهنگ و بعد تهیه‌کنندگان عوامل دیگه، حتی اون ارتباطات و تلفن‌ها. ببینید شرایط فعلی جامعه ما با توجه به این شرایط گرونی‌ها و مشکلات در واقع وزرا گاهی اوقات انتقاداتی هست و شرایط جامعه جهانی، اوکراین، گرونی ها، نمیدونم نون، ماکارونی، فلان فلان، همه اینها هست. الان ما در یک شرایطی هستیم که رسانه باید در واقع بهبود ببخش امنیت روانی جامعه رو. دامن نزنیم. گویندگان محترم، به ویژه گویندگان محترم، مجریان محترم، دروازه‌بانی بکنیم، نریم تو زمین کوتاه اومدم. الان معاون به هیچ وجه کوتاه نمیاد و من خودم هم همینطور. خواهش میکنم دوستان یه خورده مراقبت کنید، که یه خورده که نه، شدیدن مراقبت بکنید و حواستون جمع باشه. شیشتونک تهیه کنندگان محترم، نه این یه مرتبه تو دیدگاه بیاید نقد کنید دولت رو، نقد کنید، فعلا وقت اون نیست. یه زمان آب از آسیا بیفته، در صورت الان دوغ و دوشا و نمیدارم دشمن و دوست و همه قاطی پاتی شده و بیارن و بعد یه فضایی. یه مرتبه کارم به دولت نیست، یه مرتبه میرن تو زمین نظام و عملکرد نظام ضعیفه. این کارا رو در صورت الان هم دیدی که فضاها و شبکه‌های اجتماعی معلوم نیست کجای دنیاست، سوار این موج میشن و مردم هم که الان هر کدوم یکی هست. این رو اصلا شما از این فاصله بگیرید و فضا رو کار نداشته باشید. یه خورده تو بحث‌های فرهنگسازی، حالا به طور کلی موضوعات و کلی که مد نظر و فرهنگ رو بیارید و کار ما هم در واقع این نباشه. تا ببینید تا یه چند روز آینده که من مجدداً تصمیم گیری رو به شما عرض کنم. فعلا چون فردا هم بعد از این تعطیلات اولین روز هفته کاری، قطعا یک سری روزنامه ها و این چیزا هست. تیترای روزنامه ها رو دقت کنید، تیترای سیاه، تیترای انتقادی، گرونی، این چیزا رو نذارید. و ببینید، به شما میگم، نمیدونم تو گفتگوهاتون حواستون جمع باشه. خلاصه تلفن ها و این چیزا فعلا یه خورده مدیریت بکنیم انشالله تا به یک فضای آرام برسیم. این رو پیام گذاشتم. در صورت کوچکترین خطا دیگه خطای بخشودنی نیست، چون نوع نگاه به این مقوله امنیتیه. خواهش میکنم دقت کنید که شبکه و خودتون متضرر نشید، همچنین ما و همه انشالله. بله، این صحبت ها رو بررسی میکنیم همراه با پوران ناظمی، فعال مدنی که از کرمان همراه ما شدن. خانم ناظمی، نظر شما در مورد همین صحبت هایی که در این فایل صوتی مطرح شد چیه و دستورالعمل ویژه برای سانسور اخبار مربوط به اعتراضات از نظر شما چه معنایی داره؟ بله، من هم سلام عرض میکنم خدمت هموطنان عزیزم و شما. حتی مجریان خود حکومت هم معتقد هستن که این حکومت در طول 43 سال گذشته تنها راه حلی که داشته برای حل مشکلات سرکوب بوده. اما این سخنان رو که میشنویم، علاوه بر این که ناکارآمدی و نداشتن دانش و همت برای اصلاح امور رو ثابت میکنه، اما چیزی که باعث خشم مردم از این سخنان میشه اینه که اینها اول ریاکاریشون هست،
و دوم اینه که اینها ملت رو چی دیدن؟ ما رو به عده انسان دیدن که به راحتی فریب میخوریم و در کمال پوزش از همه ما رو عده انسان ساده میپندارن که هر دروغی را هر روز قبول کنیم. نمیدونم اینا چطوری به خودشون اجازه میدن که همچین فکری رو در ما بکنن، اما عجیبه که خودشون در سر اینها چی میگذره. یعنی نمیفهمن که اگه تا اینها رو سانسور بکنن، مملکت رو بلبلبار هم بخوان در اخبارشون نشون بدن، آیا مردم خرید نمیکنن؟ آیا مشکلات رو نمیبینن؟ و من فکر میکنم مسائل معیشتی دیگه مسائل مثل حجاب و استادیوم نیست که مردم بعضی ها بی‌طرف و بی‌تفاوت بمونن. قطعا همه در این اعتراضات شرکت خواهند کرد. بله، می‌بینیم که روزانه اعتراضات معیشتی همونطور که شما گفتید در گوشه و کنار ایران داره برگزار میشه علی‌رغم این دستورالعمل‌ها. پرسش اینجاست که چقدر سانسور و سرکوب میتونه متوقف بکنه و مانع برگزاری اعتراضات مردم بشه؟ خب من اجازه میخوام سوال شما رو با یه سوالی از حکومتی ها پاسخ بدم. میخوام ازشون بپرسم آیا اعتراضات 96 و 97 که بیشتر معیشتی بود با سرکوب تموم شد؟ آیا اعتراضات 98 رو گسترده‌تر ندیدن؟ و آیا واقعا سال 98 برای اینها عبرت نشد؟ آیا این همه فعال صنفی، کارگر، معلم بازداشت کردن، مردم ساکت شدن؟ مسئله معیشت خب اولویت زندگی همه ما هست. من میخوام برای آخر، یعنی دوباره از سر دلسوزی این نصیحت رو همه ما به این آقایون بکنیم، قبل از اینی که این جرقه ها تبدیل به یک آتش بشه و واقعا کشور و مردم رو بسوزونه، این حکومت رو به افراد اهل دانش واگذار بکنید، به کسانی که واقعا میهن پرستن و قادر هستن این شرایط رو تا حدی کنترل بکنن. نذارید این شور، این به هر حال جرقه ها به چیزی تولید تبدیل بشه که مردم و ملت رو و کشور و شما رو با هم از بین ببره. امیدواریم که واقعا اینها به همین نتیجه برسن و بفهمن با سرکوب چیزی تغییر نخواهد کرد. سپاس بسیار از همراهی شما پوران ناظمی، فعال مدنی که از کرمان برنامه ما همراه بودید. در اینجا همراه با محمد رهبر مروری داریم بر مطبوعات ایران، مثل اینکه بالاخره دولت راهکار رو در کوپنی کردن کالاها و سهمیه بندی کردن ارزاق عمومی دیده. در این رابطه چی نوشتن روزنامه؟ ببینید، دیروز یک مجلسه در مجلس بود بر سر گرانی ها و مخبر هم که معاون رئیسشون بود نیامد و تو اون جلسه هم بررسی هایی شد، عاقبت هم به نتیجه خاصی نرسید الا اینکه بیان و ارزاق عمومی رو، کالاهای اساسی رو کپینی کنن و برگردن به دهه 60 و همون راهکار همیشه رو داشته باشن. روز هم یه آرمان ملی امروز در مورد همین صحبت کرده، بازگشت به دوران کوپن بعد از 3 دهه. خب اونایی که همسن و سال من هستن دقیقاً یادشون میاد چه خبر بود، یعنی اون صفهای بلندی که برای روغن و قند و شکر و اینها سر صبح میومد، برای شیر و اینها تشکیل میشد. البته نان و موقع هنوز کوپنی نشده بود که این کار رو هم موفق شدن انجام بدن. یه سوال بزرگ پیش میاد که چرا ما واقعا بعد از این همه سال به اون دهه تیره و تاریک 60 دوباره داریم رجعت میکنیم؟ اون برخوردها تو دانشگاه ها رو ببینید با دانشجوها میشه سر حجاب و تفکیک جنسیتی و اینها، و این هم ماجرای اقتصادی ماست و مملکت هم که همواره در جنگه. یک نکتهش اینجاست که اونهایی که در دهه 60 بر سر کار بودن همچنان بر سر کارن، هیچ چیزیشون هم تغییر نکرده، دنیا رو همون گونه میبینن. آقای خامنه ای که اون موقع رئیس جمهور بود همچنان الان هست، جنتی همچنان هست و خیلی های دیگه همونطور هستن. تو زاد و ولد هایی هم که انجام شده در حکومت از همین قماش آدم پدید آورده، رأی مردم مؤثر نبوده و تحولات جامعه به حکومت نرسیده و یک مانداب ایجاد شده به نام جمهوری اسلامی که اتفاقا در همون دهه 60 مانده با همان راهکارهایی که فقط همونها رو بلدن، سرکوب و کوپنی ساختن. همیشه دیروز اگر خاطرت باشه محمد، همینجا این مطلبی رو مرور می‌کردی که تو خود روزنامه می‌نویسن اون موقع شرایط معیشتی مردم تازه به سختی الان نبود. بله، چون حالا روزنامه بعدی رو مرور بکنیم تا من بگم خدمتتون. آفتاب اتفاقا به همین پرداخته. خب دهه 60 بعد از دهه‌های 50 و 40 و اینا بود که رونق اقتصادی شکل گرفته بود، هنوز جامعه به این استیصال نیفتاده بود. ما الان 2 دهه، الان 10 سال هست که رشد اقتصادی صفر داریم اگه منفی نباشه.
این حرف آفتاب اومده امروز توضیح داده که این جامعه ای که همیشه در شرایط حساس کنونی هست چه بلایی سرش میاد. استرس ها بالا میره، امید به آینده صفر میشه، همه مهاجرت میکنن، اونهایی که میمانند با همدیگه درگیر میشن و اصولا توسعه ای شکل نمیگیره با این وضعیتی که پیش آمده، بنابراین از دهه 60 به مراتب بدتر میشه. به بعدی برسیم، روزنامه جام جم که امروز در مورد اون دیدار این که آقای خامنه‌ای با بشار اسد انجام داده، بشار اسدی که خونریز هست، میدانین جزو بدنام‌های دنیا هست، بعد خامنه‌ای به این میگه که الان سوریه وجهه بهتری پیدا کرده، دیگه همه بهش احترام میذارن. این کدام احترامی که رئیسش دزدکی به یک کشور دیگه میره؟ این چه جور احترامیه که یک سرزمین سوخته داره و دستش به خون آلوده است و این دست رو در دست آقای خامنه‌ای گذاشته که اتفاقا خامنه‌ای هم به همچنین در اون خونها شریک و سهیم هست، با این تیتری که جامعه جمع روزنامه صدا و سیما زده که سلام فرمانده. خب به بعدی برسیم و روزنامه ستاره صبح که امروز همون آفتاب رو نگاه می‌کردم نوشته بود که مردم به هر چه که امید بستن ناامید شدن. یکیش همینه، روزنامه ستاره صبح گفته که این آقای انریکو مورا که قراره به ایران بیاد یه پیشنهادات برخلاف جدیدی داره، احتمال داره که توافق انجام بشه، یه کمی گره‌گشایی بشه و تیتری هم که زده سفیر امید در راه ایران. باز هم برمیگرده به اینکه یک امید بستن که این سفر آخر و این تیر ترکش آخر برای احیای برجام ممکن هستش که به جایی برسه و البته خیلی ها میگن که بعید هست، چون که ایران تصمیمش رو گرفته که در سپاه روسیه باشه، ایران که البته چرت کنم جمهوری اسلامی. به روزنامه بعدی برسیم، روزنامه نصف جهان و روزنامه آخری هستش که بررسی میکنیم. جالبه، این رئیس پلیس اصفهان یه حرفی زده، گفته باید جلوی ورود سارقان به اصفهان رو گرفت. گفته سارقای بومی حالا هستن ولی سارقای غیر بومی رو باید جلوشون رو گرفت، انگار هر کس شناسنامه ای داره و نشون بده که تونه بشن سارق هست و اینها. حرف بیراهی هست ولی خب من رو به تأمل انداخت که ای کاش میشد ما جلوی سارقان، ورود سارقان به حکومت رو میگرفتیم. یعنی اصل مطلب این هستش که یک سیستمی داشته باشیم که سارق تولید نکنه، که حالا شما واسید دم در ببینید که کی دوز هست و چگونه هستش. به هر حال اینم از اون حرفای بیراهی بود که رئیس پلیس اصفهان زده. بله و البته همین اواخر آمار رو ارقام میگن که نرخ سرقت در ایران بالاتر رفته، سن سرقت پایین تر اومده متاسفانه. ممنونم ازت محمد رهبر اینجا در استودیو. در ادامه همین بخش نگاهی داریم به آخرین اخبار از ادامه جنگ در اوکراین همزمان با برگزاری مراسم بزرگداشت پیروزی بر آلمان نازی در روسیه. در ادامه تلاش‌های جهانی کشورهای گروه 7 از تصمیم خود برای قطع واردات نفت از روسیه میگویند. همراه ما بمونید. بیننده و شنونده مجموعه خبرهای نیمروزی هستید. پیش از ادامه مروری دوباره بر سرخط خبرها. دولت سوئد باید هر چه زودتر به مسیر درست برگرده. ادامه تنش ایران و سوئد بر سر محاکمه نوری و حکم اعدام جلالی. تهران کشورهای غربی را به همدستی با اسرائیل در عملیات تروریستی و جاسوسی متهم کرد. دقت کنید تیترهای سیاه، تیترهای انتقادی، گرونی، چیزها را نذارید. دستورالعمل مدیران ارشد صدا و سیما برای سانسور نارضایتی ها و اعتراض ها. گویندگان و تهیه کنندگان برنامه ها از نقد دولت و نظام خودداری کنند. رژه نظامی ارتش روسیه در مراسم سالگرد پایان جنگ جهانی دوم. و مجموعه گزارش‌های ایران اینترنشنال از وضع آموزشی کشورها پس از شیوع کرونا. 3,500,000 دانش آموز ایرانی به گوشی هوشمند دسترسی نداشتند. در سومین ماه از تجاوز نظامی ارتش پوتین به اوکراین، دست کم 60 غیر نظامی در پی بمباران یک مدرسه در شرق اوکراین کشته شدند. بر مبنای گزارش ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، کشته شدگان ساکنان روستایی در منطقه لوهانسک بودند که در زیرزمین این مدرسه پناه گرفته بودند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد از بمباران این مدرسه ابراز انزجار کرد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید دولت‌های عضو اتحادیه باید برای کمک به بازسازی اوکراین پس از جنگ استفاده از ذخایر ارز خارجی متعلق به دولت روسیه را مورد توجه قرار دهند. رهبران گروه 7 7 کشور صنعتی بزرگ جهان هم در بیانیه اعلام کردند انزوای اقتصادی روسیه را تقویت خواهند کرد و بر قطع تدریجی واردات نفت از روسیه تاکید دارند.
با تشدید تنش بین مسکو و غرب. ولادیمیر پوتین امروز دوشنبه از رژه ارتش روسیه در مراسم سالگرد پیروزی این کشور در جنگ جهانی دوم استفاده کرد تا قدرت نظامی روسیه را به نمایش بگذارد. پس از مراسم رژه پوتین سخنرانی کرد و در آن خطاب به ارتش روسیه گفت برای مردم دونباسک و امنیت خودشان می جنگد. پوتین همچنین غرب را به دفاع از خائنان در اوکراین متهم کرد. همزمان با برگزاری رژه ارتش روسیه در مسکو، معاون نخست وزیر روسیه از سفر روز یکشنبه خود به بندر ماریوپول در جنوب اوکراین خبر داد. این بالاترین مقام روسی است که از زمان شروع تجاوز نظامی ارتش پوتین به قلمرو سرزمینی اوکراین رفته. همکارم بردیا افشین از پایتخت اوکراین کیف با ما همراهه. چه واکنش‌هایی در اوکراین نسبت به صحبت‌هایی که پوتین در مراسم سالیانه مطرح کرد داشتیم؟ ریحانه، بذار اول از همه یادآوری کنم. اینجا که من هستم، موزه جنگ در کیف، هر ساله اوکراینی ها هم به استقبال همین روز می رفتن، نهم ماه می، به عنوان سالروز پیروزی اتحاد جماهیر شوروی بر آلمان نازی. به هر حال اوکراین به عنوان دومین کشور بزرگ اون اتحاد به اندازه کافی در اون جنگ فداکاری کرده و به اندازه کافی قربانی داده بود که اینجا هم هر ساله یاد قربانیان 7 میلیون قربانی رو گرامی بدارن و همینطور یاد فداکاری ها رو. ولی امسال برای بار اول که این اتفاق نمیافته و هیچ جای دیگه به جز از معدود جاهایی در که در اختیار روسیه است، از جمله در خرسان، گروه کمی از طرفداران روسیه این روز رو گرامی داشتند و همینجور در ماریوپول که انتظار می‌رفت جشنی برگزار بشه که برگزار نشد، اوکراینی‌ها به استقبال این روز نرفتند. اونها از سال 2014 و از آغاز حملات روسیه به شرق اوکراین به استقبال این روز نرفتند. مقامات اوکراینی که مطمئناً به دقت نظارگر سخنرانی ولادیمیر پوتین بودن، تا این لحظه نه رئیس جمهور نه وزیر امور خارجه واکنشی نشون ندادند. آقای ولادیمیر زلنسکی البته همزمان ویدیویی رو منتشر کرده بود و یادآور شده بود با ارجاعات و اشاراتی به جنگ جهانی دوم که در واقع تقابل خیر و شر، این خیره که پیروز میشه و بنابراین گفته بود به گفته او این خیر، یعنی اوکراین ها پیروز این جنگ خواهند بود و این درسی که اونها از جنگ جهانی دوم گرفتند. اما ناظرین غربی، بن والس وزیر دفاع بریتانیا، همزمان با سخنرانی ولادیمیر پوتین حرفای زده بود که شاید در ارتباط با سخنرانی ولادیمیر پوتین باشه. او گفته بود رئیس جمهور روسیه یادآور خودکامگی، استبداد فاشیست های 77 سال پیشه و او پیروزی نیروهای اوکراینی را پیش بینی کرده بود در سخنرانیش، در حرفاش. در آستانه این روز انتظار تشدید حملات ارتش روسیه هم میرفت. آخرین تحولات و اتفاقات چی میگن؟ بیانگر چه چیزی هستند؟ یکی از مقامات اوکراینی پیشتر گفته بود که روز 9 می احتمالاً نیروهای روسیه در ماریوپول بخوان بر روی استخوان کشته شدگان رقص و پایکوبی کنند و این روز رو گرامی بدارند. اما واقعیت اینه که همچنان آخرین بازماندگان مقاومت در شهر محاصره شده ماریوپول در آزوفستال به مقاومت خودشون ادامه میدن، چیزی که تصور میشه تا روز 9 می شکسته بشه. 2 هفته پیش بود که ولادیمیر پوتین سقوط ماریوپول رو خودش جشن گرفته بود، ولی کن تشدید حملات رو شاهد بودیم در شمال شرق و شرق. تشدید حملات موشکی و بمباران روسیه رو طی 24 ساعت گذشته شاهد بودیم. سپاس بسیار از همراهی شما بردیا افشین، همکارم خبرنگار اینترنشنال از کیف. نبود امکانات مناسب برای همه دانش آموزان ایرانی در دوران همگیری کرونا و آموزش مجازی به ریزش 40% محصلان منجر شده. در بسیاری از مناطق محروم کشور هم آموزش در دوران شیوع کووید 19 تنها به درس نامه های آموزگاران محدود بود. فیروزه جابانی و جزئیات بیشتر در گزارشی جدید از مجموعه گزارش های ایران اینترنشنال درباره کووید و مدرسه. تقریبا 3 سال تحصیلی در دوره همگیری ویروس با سکانداری 2 دولت گذشت. پیامدان مدیریت آشفته و نامنسجم، افت تحصیلی پیدا و پنهان در سیستم آموزشی امروز کشور است.
گرچه در ابتدا همه‌گیری کووید 19 ریتم آموزش را در سراسر جهان متوقف و کند کرد، اما این ریتم کند در ایران تا به امروز ماند. آن شبکه آموزشی دانش آموزان به نام شاد نمود. آموزش غیر حضوری با راه اندازی اپلیکیشن شاد کلید خورد. به شکلی راه نوع این ناعدالتی آشکار آموزشی. سهم دانش آموزان کانکس نشین، چادر نشین و مدارس کپری مناطق محروم در این نوع سیستم آموزش در کل نادیده گرفته شد. دانش آموزان کم برخوردار هم با این روش از تحصیل محروم شدند. نرخ ارزان‌ترین تبلت سال 99 حداقل 1,000,000 تومان و تعرفه اینترنت ماهانه دست کم 50,000 تومان تهدید ترک تحصیل 40% از دانش آموزان را جدی تر کرد. 3,500,000 دانش آموز به گوشی و تبلت هوشمند دسترسی نداشتند. گزارش هایی دال بر خودکشی دانش آموزان به دلیل فقر و محرومیت از تحصیل مجازی رسانه‌ای هم شد. سپردن کلاس‌های غیر حضوری به شبکه آموزش تلویزیون نه تنها مشکل را حل نکرد، بلکه انتقادها نشان داد بسیاری از مناطق محروم و روستاهای دورافتاده حتی به همه شبکه‌های تلویزیون داخلی هم دسترسی ندارند. با صدا سیما صحبت کردیم، میگه مشکل از گیرنده هاست، ولی در حالی که اصلا اینجوری نیست. از دکل برنامه آموزش غیر حضوری آموزش و پرورش برای دست کم 15 میلیون دانش آموز به دلیل نبود امکانات و تمهیدات و بسترسازی های لازم و بدون فراگیری و پوشش درخور شکست خورد. همزمان با افت و خیز سویه های مختلف کرونا، آموزش و پرورش بازگشایی مدارس را در رأس کار قرار داد. در شرایطی که واکسیناسیون کادر آموزش نهایی نشده بود، امتحان های نهایی با وجود اعتراض های دانش آموزان حضوری برگزار شد. کنکور 1400 هم با وجود هشدارها با وعده اجرای پروتکل‌های بهداشتی حضوری برگزار شد. سازوکاری که در فروردین 1401 هم اعمال شد. با وجود اعتراض‌ها نسبت به نبود برنامه‌ریزی لازم برای بازگشت دوباره کلاس‌های حضوری، ابلاغیه وزارت آموزش و پرورش برای حضوری شدن مدارس برای تنها چند ماه باقی مانده سال تحصیلی صادر شد. تصمیم‌های آنی برای نشستن دوباره دانش آموزان پشت نیمکت کلاس بدون اجرای طرح یک پارچه واکسیناسیون دانش آموزان، بلخص در مدارس دولتی که مجهز به سیستم تهویه مناسب نیستند و تراکم کلاس‌ها به بیش از 35 دانش آموز می‌رسد، عمق نبود برنامه‌ریزی در سیستم آموزشی را نشان می‌دهد. در واقع سختگیری‌ها برای ضمانت اجرای پروتکل‌های بهداشتی در بازگشت دوباره آموزش حضوری بیش از آنکه متوجه سیستم آموزشی باشد، دانش آموز و خانواده را هدف قرار داده. به عنوان نمونه، سرویس مدارس به دلیل پروتکل‌ها حذف شد، مسئولیت تردد بر عهده والدین گذاشته شد. آمارها نشان می‌دهد سال تحصیلی 1399-1400 210,000 دانش آموز ترک تحصیل کردند. سال تحصیلی 1400-1401 970,000 دانش آموز. آموزش و پرورش برای پر کردن این خلأ به دلیل ضعف در آموزش غیر حضوری در یک برنامه فرمایشی و بدون در نظر گرفتن اولویت‌ها می‌خواهد دانش آموزان را به کلاس‌های حضوری بازگرداند. تا چه میزان آموزش حضوری ضرورت دارد و دولت پس از این وقفه طولانی تا چه حد آماده است؟ بیروزه جابانی، لندن. و در اینجای برنامه به روال هر روز سری میزنیم به دنیای ورزش. امروز با اجرای پر انرژی همکارم رضا محدث. بعد از اخبار ورزشی با ادامه نیمروز با شما هستم. خوش آمدید به ادامه نیمروز. ابتدا نگاهی دوباره به سرخط خبرها. دولت سوئد باید هر چه زودتر به مسیر درست برگرده. ادامه تنش ایران و سوئد بر سر محاکمه نوری و حکم اعدام جلالی. تهران کشورهای غربی را به همدستی با اسرائیل در عملیات تروریستی و جاسوسی متهم کرد. سیاه تیترهای انتقادی گرونی این چیزها را نذارید. دستورالعمل مدیران ارشد صدا و سیما برای سانسور نارضایتی ها و اعتراض ها. گویندگان و تهیه کنندگان برنامه ها از نقد دولت و نظام خودداری کنند.
رژه نظامی ارتش روسیه در مراسم سالگرد پایان جنگ جهانی دوم. و مجموعه گزارش‌های ایرا اینترنشنال از وضعیت آموزشی کشورها پس از شیوع کرونا. 3,500,000 دانش آموز ایرانی به گوشی هوشمند دسترسی نداشتند. همزمان با ادامه تنش میان جمهوری اسلامی و سوئد بر سر دادگاه حمید نوری در استکهلم و انتشار اخباری از اجرای احتمالی حکم اعدام احمد رضا جلالی در تهران، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی کشورهای غربی را به همدستی با اسرائیل برای انجام عملیات تروریستی و جاسوسی در ایران متهم کرده. خطیب‌زاده با انتقاد از نحوه محاکمه حمید نوری درباره صدور حکم اعدام برای احمد رضا جلالی زندانی دو تابعیت ایرانی سوئدی گفته پرونده جلالی به دادگاه نوری ربطی ندارد و این سوئد است که قصد گروکشی دارد. آقای جلالی به جرم جاسوسی مدت هاست که در جمهوری اسلامی ایران دستگیر شده، حکمش صادر شده، حکمش بازنگری شده و دوباره درخواست بازنگری خورده و سالهاست که این موضوع داره پیگیری میشه. خسارت های عمده ای هم زده. متاسفم هستیم که دوستان ما در مراکز اطلاعاتی و امنیتی گزارش هایی که میدن حاکی از این است که برخی از این کشورهای غربی به رژیم اشغالگر قدس در خصوص این عملیاتاش کمک کردن. این که آقای نوری بعداً طراحی میشه گروهک شکست خورده منافقین دامی رو پهن میکنه و بعد هم شاهد میاره، شاهد رو از گروه خودش میاره، دادگاه رو سیاسی میکنه، همه رو به بازی میگیره و دولت سوئد اجازه میده و بعد هم سیاسیش میکنه، شک ما رو برمیانگیزه که چطور این اتفاقات همه بعدش میفته. یک سیاستی در برخی از این مراکز رسانه‌ای وجود داره که اتفاقاتی که میفته با فراموش کردن تقدم و تأخرش سعی میکنن به هم مرتبط کنن. اینا هیچ ارتباطی به هم ندارن. اگر ارتباطی هم هست حتما طرف سوئدی دوست داره این ارتباط رو برقرار کنه و بیشتر ما رو شک میندازه که تا چه حد دادگاه رو نمایشی و سیاسی کردن. متاسفانه حقوق اولیه آقای نوری رعایت نشده. از همین تریبون من چندین بار گفتم دادگاه صلاحیت نداشته، مقدمه، مؤخره، روندها، روالهای قضایی همه نادیده گرفته شده، حقوق اولیه آقای نوری رعایت نشده. من از شما رسانه درخواست میکنم به جزئیات، با یک نگاه کاملا منصفانه به جزئیات اتفاقاتی که در مورد ایشون افتاده توجه کنید. متاسفانه دولت سوئد توجه نکرده. من فکر میکنم دولت سوئد باید هر چه زودتر به مسیر درست برگرده. فکر نکنه که با این گروکشی ها موضوع آقای جلالی فراموش میشه. موضوع آقای جلالی موضوع یک حکم تروریستی هست و یک حکم جاسوسی که در مسیر خودش پیگیری میشه. این صحبت ها رو بررسی میکنیم همراه با مهدی اصلانی، نویسنده و فعال حقوق بشر که از فرانکفورت با ما همراه میشن. آقای خطیب‌زاده گفت با توجه به اینکه دادگاه حمید نوری بعد از اجرای صدور حکم اعدام برای احمد رضا جلالی تشکیل شده، این سوئده که داره گروکشی میکنه. نظر شما درباره این صحبت ها چیه؟ سخنان آقای خطیب‌زاده این اصل بارها به اثبات رسیده شده رو مقابل همگان عریان کرد که حکومت اسلامی سرسپردگان حوزه و چاه هیچ مرز اخلاقی و انسانی رو نمیشناسند. جهت اینکه پرنسیب این حکومت از بد به تولد با بی اخلاقی مفصل شده، ابزار کردن جان آدمی برای گروکشیه و تا زمانی که این حکومت ادامه داره، حضور داره، چنین عمل میکنه و جاسوسی ترجیبند تمام این باجگیری ها بوده. ابزار جمهوری اسلامی تا این لحظه عربده کشی و باجگیری بوده. سرشتش اساساً مثل این که با همین ماجرا در ارتباط هستش و جز این نمیتواند گونه دیگر عمل بکنه. در همین به اصطلاح دادگاه حمید نوری مشخص شد یه نظامی که توامن باجگیره و گروگانگیره، حالا میاد این ادعا رو داره مطرح کنه. این ادعای بیشتر به یه شوخی از نوع خنک پهلو میزنه، برای اینکه از روزی که آقای حمید نوری دستگیر شدن، حکومت اسلامی، کارورزان امنیتی نخست تلاش کردند که اون رو بسیار بی اهمیت جلوه بدن که یک ماموری که زمانی کارمند اداری بوده بازنشست شده و هیچ ارتباطی نداره. بعد
وقتی که ماجرا در حقیقت جدی در شد، کاردار سفارت به دیدنشون رفت. در نوامبر 2021 سومین روز مواجهه حمید نوری در دادگاه، چند تا مهمون ناخوانده داشت که آقای نیلچی و دیگران اومدن برای اینکه به حمید نوری بگن ما پشت گرمی به تو میدیم، به این پارکابی تحت امرشون نگران نباش، ما تمام قد ایستادیم. و اعلام اجرای حکم دکتر جلالی که به دعوت خود جمهوری اسلامی، دعوت دانشگاهی بوده و بارها به ایران رفته بوده در این دوران، نشان از همین باجگیریه. و همواره جمهوری اسلامی از بعد تولدش جان آدمی رو ابزار کرده و هنوز داره این کار رو ادامه میده. بعد به دروغ مدعی شدن که این ماجرا رو مرتبط کردن با سازمان مجاهدین خلق که اساساً بی ارتباط بود، همگان میدونیم دانسته است. حتی خود نوری در دفاعیاتش چنین ادعایی رو نکرد. اونها در واقع با شریعت مطلق و یه نوع شر بخشیدن مطلق به مجاهدین در حقیقت و جاسوسی و ارتباط بودن، این ترجیبند بارها شکست خورده و مصرف شده شون رو کردن. حمید نوری انگار در دوران پسا کرونایی به یک ماسک مصرف شده ای بدل شده که جز در حقیقت تعفن نمی پراگرد. جناب اصلی، خطیب زاده یه جایی از صحبتاش گفت این دادگاه نمایشی بوده، سیاسی بوده، غیرقانونی طی شده و حقوق اولیه نوری هم رعایت نشده. شما از نزدیک شاهد برگزاری دادگاه بودید، چطور دیدید روند دادرسی حمید نوری رو؟ مهمترین موضوعی که هست این که در دفاعیات آخر حمید نوری، او متملقانه و تهوع‌آور دقایقی طولانی از روند دادگاه تشکر کرد، از قاضی پرونده تشکر کرد. تنها چیزی رو که مطرح کردن و خانوادهش مطرح کردن که این مثلا چشمش دچار مشکل بوده، عینک مناسب به این ندادن. دادگاه در واقع واقعی و بیدادگاه اساساً همینجاها رقم میخوره. اون چی که در مورد آقای جلالی در ایران اتفاق افتاده، اون چی که در مورد حمید نوری این تفاوت رو نشون میده، حدود 3 سال با میلیون ها صرف هزینه، وقت و اون چیزی که همگان به دیدن داشتن حق وکیل و محاکمه عادلانه که الان در حقیقت با مجازات عادلانه توام شده. حکومت اسلامی، اتاق فکر حکومت اسلامی و حمید نوری با 3 بار عنوان کردن استیناف در آخرین دفاعش، نشان از این داره که اونها میدونن حکم حمید نوری قطعیت داره و دستگاه قضایی سوئد رو نمیشه با این ترفندها، نمیشه با این میز بزرگ قمار جهانی که جمهوری اسلامی مرتب با ژتوناش بازی کرده، این بار دادگاه سوئد رو، یک دادگاه مستقل، استقلال قضایی دولت سوئد رو مورد معامله قرار داد. این معامله در حقیقت دیگه کالای بفروش نیست. سپاسگزارم از همراهی شما. مهدی اصلانی، نویسنده و فعال حقوق بشر که از فرانکفورت با ما همراه بودید. در اینجا بپردازیم به چند خبر کوتاه از ایران. مردی در کرمانشاه خواهر جوان خود را به بهانه ارتباط با یک مرد به طرز فجیعی به قتل رساند. به گزارش هنگاو، اسماعیل عزیزی قمشه بعد از به آتش کشیدن خواهر خود، مردی را که با خواهرش در ارتباط بوده و دو عضو خانواده او را با شلیک گلوله کشت، سپس خودکشی کرد. گفته شده زهرا عزیزی، خواهر متهم، بر اثر جراحات ناشی از سوختگی جان باخت. شمار قربانیان الکل دستساز در هرمزگان به 12 نفر رسید. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان همچنین از مراجعه 78 نفر به بیمارستان‌های بندرعباس به دلیل مسمومیت الکلی خبر داده. حال 2 نفر وخیم گزارش شده. از بین مسموم شدگان 45 نفر مجبور به دیالیز و 4 نفر دچار تاری دید شدند. هنوز موردی از نابینایی گزارش نشده. همزمان 12 نفر در ارتباط با همین پرونده بازداشت شدند. کانال شوراهای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان اعلام کرد نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی شماری از فعالان صنفی را برای پذیرش اتهامات غیر صنفی زیر فشار قرار دادند. در این گزارش تاکید شده نیروهای امنیتی به روش همیشگی برای رسول بوداغی، محمد حمیدی، علی اکبر باقانی و جعفر ابراهیمی اتهامات ساختگی و دروغین تعریف کرده و در مسیر پرونده‌سازی واهی برای آنها اقدام می‌کنند. معاون فرهنگی وزیر ورزش و جوانان اعلام کرد ورود زنان به ورزشگاه‌ها در 3 شهر مذهبی ایران از جمله مشهد ممنوع است. سینا کلهور گفته شهر مذهبی قواعد خود را دارد و باید معنویت در آن مشهود باشد. در مورد این خبر بیشتر گفتگو خواهیم کرد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، از سفر قریب الوقوع امیر قطر به تهران خبر داده. پیشتر رویترز خبر داده بود شیخ تمیم بن حامد آل ثانی، امیر قطر، قرار است این هفته به ایران سفر کند.
بر اساس همین گزارش امیر قطر پس از ایران به آلمان، بریتانیا و دیگر کشورهای عضو برجام می‌رود تا درباره احیای توافق هسته‌ای و امنیت انرژی در اروپا گفتگو کند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به بن‌بست رسیدن مذاکرات احیای برجام را تکذیب کرده و مرتبط کردن توافق برجام به سپاه پاسداران را بازی آمریکا و اسرائیل با هدف مقصر نشان دادن جمهوری اسلامی و جنگ روانی توصیف کرده. من آنچه که در میز مذاکرات و اتاق مذاکرات در حال انجام هست رو طبیعی هستش که اجازه بدید در همون مسیر پیگیری بشه. من به صراحت خدمت شما عرض می کنم خطوط تعیین شده ای که توسط مقامات یا مراکز عالی نظام و مراکز راهبری نظام در خصوص مذاکرات هسته‌ای هست تا به امروز رعایت شده و برای همین هم هستش که ما امروز در این نقطه قرار داریم. من خواهش می کنم اجازه ندید شما اهالی رسانه و اصحاب خرد که در این بازی طراحی شده برخی در واشنگتن و سرزمین‌های اشغالی قرار بگیرید. اولا فرو نکاهید آنچه که بین ایران و ایالات متحده در مورد اطمینان از بازگشت قابل راستی آزمایی شده ایالات متحده به برجام هست به یک موضوع خاص، حالا سپاه در اینجا. ثانیا یعنی این که اجازه ندید که با ساده سازی بیش از حد وارد شما رو وارد این بازی مقصر نمایی و بازنشر کپی و بازنشر این سیاست هایی باشن که برخی مراکز جنگ روانی انجام میدن. آنچه که بین ایران چاره به اضافه یک از یک طرف و ایالات متحده از طرف دیگر هست این هستش که ایالات متحده باید تمام حقوقی را که از ملت ایران ضایع کرده منطبق بر قطعنامه 2231 و برجام هم احترام بکنه و هم پایبندی خودش رو اعلام بکنه. همین که آقای مورا داره وارد ایران میشه و گفتگوها ادامه پیدا میکنه، آقای بورل تماس میگیره، یعنی این که مسیر گفتگوها همچنان در مسیر درست خودش در حال پیگیری است. بله، و ما در ادامه برنامه به محتوای فایل صوتی میپردازیم که به ایران اینترنشنال رسیده و در آن مدیر رادیو فرهنگ از دستورالعمل ویژه‌ای برای سانسور اخبار مربوط به اعتراضات مردمی میگوید. همزمان تصاویری از حضور سنگین نیروهای امنیتی در خیابان‌های چندین شهر منتشر شده و اخباری از بازداشت ده‌ها معترض در خوزستان. همراه ما باشید. بیننده و شنونده مجموعه خبرهای نیمروزی هستید. پیش از ادامه سرخط خبرها، دولت سوئد باید هر چه زودتر به مسیر درست برگرده. ادامه تنش ایران و سوئد بر سر محاکمه نوری و حکم اعدام جلالی. تهران کشورهای غربی را به همدستی با اسرائیل در عملیات تروریستی و جاسوسی متهم کرد. دقت کنید تیترهای سیاه، تیترهای انتقادی، گرونی، این چیزها را نذارید. دستورالعمل مدیران ارشد صدا و سیما برای سانسور نارضایتی ها و اعتراض ها. گویندگان و تهیه کنندگان برنامه ها از نقد دولت و نظام خودداری کنند. رژه نظامی ارتش روسیه در مراسم سالگرد پایان جنگ جهانی دوم. و مجموعه گزارش‌های ایران اینترنشنال از وضع آموزشی کشورها پس از شیوع کرونا. 3,500,000 دانش آموز ایرانی به گوشی هوشمند دسترسی نداشتند. بر مبنای گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، ده‌ها شهروند معترض به گرانی و مشکلات معیشتی در استان خوزستان بازداشت شدند. در ویدیوهایی که از این اعتراض‌ها منتشر شده، حضور گسترده نیروهای امنیتی هم قابل مشاهده است. اینترنت تلفن‌های همراه دیروز و برای سومین روز متوالی در اکثر شهرهای استان خوزستان قطع یا با اختلال همراه بوده. رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از دستگیری افرادی خبر داده که آرد را با 10 برابر قیمت می‌فروختند. به گفته علی ولی‌پور این افراد هر کیسه آرد یارانه‌ای را 35,000 تومان دریافت می‌کردند و آن را به قیمت 350,000 تومان می‌فروختند. او از گشت زنی پلیس امنیت اقتصادی و بازدید از انبارها و واحدهای صنفی برای برخورد با گرانفروشی و احتکار هم گفته است.
با تداوم اعتراض به گرانی و قطع اینترنت در سوسنگرد و برخی دیگر از مناطق استان خوزستان، شاهزاده رضا پهلوی در حساب توییتر خود نوشت: خوزستان آب ندارد، نان ندارد، هوا ندارد، اینترنت ندارد، اما ملت ایران را در کنار خود دارد. شاهزاده رضا پهلوی در ادامه ابراز امیدواری کرد ایرانیان معترض با همیاری همدیگر بر ستمگران پیروز می‌شوند و ایران را آزاد خواهند کرد. اما مدیر رادیو فرهنگ صدا و سیما از تهیه کنندگان و مجریان تلویزیون خواسته کنترل بیشتری بر انتشار اخبار مرتبط با نارضایتی ها و اعتراض ها داشته باشند و از نقد دولت رئیسی و طرح انتقادهایی که به زیان نظام سیاسی است خودداری کنند. علیرضا حبیبی در فایل صوتی که به ایران اینترنشنال رسیده از نگرانی های امنیتی نظام و مدیران ارشد صدا و سیما گفته و خواستار سانسور اخبار شده. من یه پیام چون توی گروه مدیران گذاشته بودم، ولی با توجه به تاکید آقای بخشی‌زاده و دستوریشون من دیگه گفتم به خود گروه بذارم و میخواستم که به تک تک شما زنگ بزنم، ولی این پیام من رو به عنوان یک پیام تلفنی فرد به فرد در نظر بگیرید. اول خطاب به گویندگان محترم برنامه صبح به وقت فرهنگ و بعد تهیه کنندگان عوامل دیگه، حتی اون ارتباطات و تلفن ها. ببینید شرایط فعلی جامعه ما با توجه به این شرایط گرونی ها و مشکلات در واقع وزرا گاهی اوقات انتقاداتی هست و شرایط جامعه جهانی اوکراین، گرونی ها، نمیدونم نون، ماکارونی، فلان فلان، همه اینا هست. الان ما در یک شرایطی هستیم که رسانه باید در واقع بهبود ببخش امنیت روانی جامعه رو. دامن نزنیم. گویندگان محترم، به ویژه گویندگان محترم، مجریان محترم، دروازه‌بانی بکنیم، نریم تو زمین کوتاه اومدم. الان معاون به هیچ وجه کوتاه نمیاد و من خودم هم همینطور. خواهش میکنم دوستان یه خورده مراقبت کنید، که یه خورده که نه، شدیداً مراقبت بکنید و حواستون جمع باشه. شیشتونگ تهیه کنندگان محترم، نه این یه مرتبه تو دیدگاه بیه نقد کنید دولت رو، نقد کنید، فعلا وقت اون نیست. یه زمانی آب از آسیا بیفته، در صورت الان دوغ و دوشا و نمیدارم دشمن و دوست و همه قاطی پاتی شده و بیارن و بعد یه فضایی. یه مرتبه کارم به دولت نیست، یه مرتبه میرن تو زمین نظام و عملکرد نظام ضعیفه. این کارا رو در صورت الان هم دیدی که فضاها و شبکه‌های اجتماعی معلوم نیست کجای دنیاست سوار این موج میشن و مردم هم که الان هر کدوم یکی هست. این رو اصلا شما از این فاصله بگیرید و فضا رو کار نداشته باشید. یه خورده تو بحثهای فرهنگسازی حالا به طور کلی موضوعات و کلی که مد نظر و فرهنگ رو بیارید و کار ما هم در واقع این نباشه. تا ببینید تا یه چند روز آینده که من مجدداً تصمیم گیری رو به شما عرض کنم. فعلا چون فردا هم بعد از این تعطیلات اولین روز هفته کاری، قطعا یک سری روزنامه ها و چیزا هست. تیترای روزنامه ها رو دقت کنید، تیترای سیاه، تیترای انتقادی، گرونی، چیزا رو نذارید. و ببینید، به شما میگم، نمیدونم تو گفتگوهاتون حواستون جمع باشه. خلاصه تلفن ها و چیزا فعلا یه خورده مدیریت کنیم انشالله تا به یک فضای آرام برسیم. این رو پیام گذاشتم. در صورت کوچکترین خطا دیگه خطای بخشودنی نیست، چون نوع نگاه به این مقوله امنیتیه. خواهش میکنم دقت کنید که شبکه و خودتون متضرر نشید، همچنین ما و همه انشالله. در همین زمینه فرانک چالاک، تحلیلگر سیاسی، از تهران همراه ما هستند. از صحبتهایی که در این فایل صوتی مطرح شد شروع میکنیم. به نظر شما این توصیه ها و هشدار ها چه معنایی داره؟ سلام عرض میکنم خدمت سرکار و بینندگان محترم برنامه. ببینید در این فایل صوتی چند نکته مهم وجود داره. یه مسئله مهمی که ما باهاش سالیان سال سر و کار داریم بحث سانسور هستش، که در روزنامه ها شروع شد و به رسانه ها هم کشیده شد و این تهدیدی که داره میکنه. خب ما شاهد بودیم که طی این سالها
روزنامه نگاران مستقلی که حتی اخبار اقتصادی رو هم میمدن و بازتاب میدادن در جامعه، با اینها هم برخوردهای شدیدی صورت گرفته. در صدا و سیما که به هر حال دست خودشون هست و عوامل خودشون یک همچین خط و نشان کشیدنی، خب عملا داره فضای سفت و سخت شده و اون صلحی رو که داره ایجاد میشه برای شنونده منتقل میکنه. از طرفی خب ببینین به چند نکته مهمی اشاره میکنه. بحث سیاه نمایی هستش که این یک کلید واژه است در بین اقشار امنیتی، لایه‌های امنیتی جامعه، که مطرح میکنند که اگر فضای واقعی جامعه مطرح بشه، بحث معیشتی، بحث کارگران و اصناف مختلف و مشکلاتی که وجود داره، شما دارین سیاه نمایی میکنین، که به وضوح این آقا دارن این مسئله رو اینجا که خط سیر امنیتی رو داره دنبال میکنه رو مطرح میکنن. از طرف دیگه خب به یک نکته دیگری اشاره میکنن، بحث این هستش که بحث معیشت رو خب به هر حال اینها پیش بینی کرده بودن. این فایل صوتی ظاهرا زمانی میاد بیرون که فرداش روزی هستش که روز کاری هست. ما زمانی بحث نان و گران شدن نان و محصولاتی که مربوط به آرد بود که ابتدایی ترین نیازهای جامعه رو برطرف میکرد برای یک قشر خاص، خب این یه فلشبک اگر بزنیم به سال 98 با گرون شدن بنزین در روز جمعه که تعطیلی بود و فرداش روز کاری بود و اون اعتراضات به اون شکل گرفت، خب به هر حال اینها پیشبینی هایی رو کرده بودن در این زمینه. این مسئله بفرمایید. مسئله ای رو که مطرح کردن بابت این بود به خاطر اینکه هر کوچکترین اعتراض ها در جامعه ما برای نداشتن نان، برای نداشتن آب و مسائل مهمی که همین هست پرسشم خانم چالاک، همین رو میخواستم بپرسم که با توجه به موج جدید اعتراض ها و تداوم اعتراض های صنفی و معیشتی که شاهدش هستیم، شما چقدر سانسور و سرکوب رو در متوقف کردن اعتراضات مردمی مؤثر میبینید؟ ببینین این مسئله سانسور و سرکوب نمیتونه جلوی این مسائل رو و اعتراضات به حق مردم رو که به جانشون، به حیات و ممات اونها مربوط میشه بگیره. به هر حال شخصی که هیچی نداره برای اینکه بخواد از دست بده اعتراض میکنه، اعتراضش هم به حق هست. متاسفانه مشکلی که حکومت و حاکمیت داره این هستش که هر مسئله کوچکی رو به مسائل امنیتی کشور و سطوح بالا گره میزنه و عملا هم به سمتی میبره مسائل و اعتراضات رو که همین جنبه رو هم پیدا میکنه. سپاسگزارم از همراهی و توضیحات شما. فرانک چالاک، تحلیلگر سیاسی از تهران. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به روند صعودی قیمت برنج ایرانی، سیب زمینی و قند و شکر، تداوم گرانی این کالاها در آینده را قابل انتظار دانسته. به گزارش این مرجع رسمی، 88% از خوراکی‌های پرمصرف در یک سال گذشته بیش از حد بحران گران شدند و تا پایان فروردین امسال 4 قلم از کالاهای پرمصرف شامل سیب زمینی و برنج ایرانی بیش از 100% افزایش قیمت داشتند. ابراهیم رئیسی میگوید افزایش قیمت‌ها و رها شدگی بازار موجب نگرانی مردم شده و دولت خود را موظف می‌داند با نظارت بر بازار به جامعه آرامش ببخشد. به گفته رئیسی قرار است تا زمان عرضه کالابرگ الکترونیک مبالغی به عنوان کمک هزینه معیشتی به مردم پرداخت شود. البته ابراهیم رئیسی قرار است امشب در مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی درباره یارانه کالاهای اساسی صحبت کند. به نظر می‌رسد این مصاحبه واکنش رئیسی به اعتراضات گسترده درباره موج جدید گرانی‌ها و نیز اتفاقات جلسه اخیر سران سه قوه باشد. جلسه‌ای که در آن شرایط اقتصادی کشور و مدیریت دولت با انتقاد محمد باقر قالیباف رئیس مجلس مواجه شد. مجتبی پور محسن در همین زمینه گزارشی تهیه کرده. صدای کارگزاران نظام در جلوی پرده برای پنهان ماندن پشت پرده سیاسی گرانی‌های اخیر. حمله قالیباف به دولت در روزهایی که علاوه بر فشار اجتماعی ناشی از افزایش قیمت‌ها، افشای فایل صوتی فرمانده قرارگاه عمار به او انگیزه شخصی هم داده. در گرانی‌های اخیر موضوع افزایش قیمت ماکارونی هم بی توجهی به قانون مجلس باعث شد چنین فضایی ایجاد شود. او از تصمیمات شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه گفت
جلسه‌ای که شنبه شب برگزار شد و قالیباف مدعی است قرار شده فرمان دست مجلس بیفتد. جلسه‌ای که طرف‌های مختلف برداشت‌های متفاوتی از نتیجه‌اش به دست می‌دهند، تا جایی که معاون اقتصادی دولت در عرض چند ساعت مجبور شد سخنانش را اصلاح کند. باید با منابع بودجه کشور و همچنین ضرورت‌های دیگه باید کاملاً بررسی بشه و به محض اینکه نهایی بشه ما خودمون این رو دیگه اون چیز قطعی رو تو همین روزهای آینده انشالله خواهیم. در حالی که در دو روز اخیر مقام‌های مختلف گرانی نان و پرداخت کالابرگ برای کالاهای اساسی را تکذیب می‌کردند، حالا همان خبر تکذیب شده را به عنوان خبر خوش به مردم می‌فروشند. عملکرد دولت 13 که در ماه‌های اول مدعی کنترل تورم شده بود، آنقدر فاجعه بار بوده که تمام تلاش سران نظام معطوف به یک هدف شده: بازگشت به عقب. باید کالاهای ضروری معیشتی با کالابرگ الکترونیک به قیمت شهریور 1400 به مردم داده شود. افزایش تصاعدی قیمت‌ها در دو ماه اخیر با شعار خوشرنگ جلوگیری از فساد و حذف ارز ترجیحی، دولت و مجلس هم می‌خواهند مزایای این ترامل خود کنند، هم نمی‌خواهند مسئولیت گرانی‌ها را بپذیرند. وقتی که تمام جامعه در خرید کالاهای اساسی به صفر رسیده است، من نمی‌دونم چگونه می‌خوان بحث و سازکاری را وجود بیارن که تمام جامعه را بالا ببرن. آنچرا که می‌گوییم ما خودمون بهش ایمان نداریم. وزرای کشاورزی و اقتصاد در مجلس گرانی‌ها را گردن جنگ اوکراین انداختند. مسئله نان بود، افزایش قیمت‌ها بعد از ناآرامی‌هایی که در حوزه اوراسیا شکل گرفته بود. جنگ روسیه و اوکراین هم بر این کار یه مقدار اثرات شگرفی گذاشته. چون آنطور که این نماینده می‌گوید، برای فرار از مسئولیت پذیری، افزایش قیمت برای مصرف کننده در کشورهای مختلف دنیا هم اینجنین ایجاد شده که شما میگین التهاب وجود داره در بازار جهانی. سخنان ضد و نقیض مردان اقتصادی دولت و بازی بدون توپ قالیباف و رئیسی با سفره مردم که هر روز خالی‌تر از قبل می‌شود، آینده را برای شهروندان ترسناک‌تر از همیشه کرده. متأثر از سیاست‌هایی که معاون اول دولت اشاره‌ای به صحنه‌گردان پشتش دارد. این چهره معتمد خامنه‌ای و رئیس پیشین ستاد اجرایی فرمان امام گفت دولت سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی را اجرا می‌کند. راهبرد خنثی‌سازی تحریم‌ها و اقتصاد مقاومتی. سخنانی که نشان می‌دهد خامنه‌ای از 2 پیش مجلسی با ریاست قالیباف و دولتی به ریاست ابراهیم رئیسی را برای چنین روزی سازماندهی کرد. ستیز با غرب و شکست مذاکرات احیای برجام، گرانی‌های کمرشکنی که نتیجه اجرای منویات رهبر جمهوری اسلامی در کشور است، با پیامدهای تکان دهنده‌ای که نه دولت نه مجلس حاضر نیستند مسئولیتش را بر عهده بگیرند. رئیسی مدعی شده با اجرای برنامه موسوم به اجرای عدالت در پرداخت یارانه‌ها، به زودی مردم طعم شیرین عدالت را می‌چشند. مردمی که به گفته نماینده تربت حیدریه پیش از این حسرت خانه و خودروهای مردم دیگر کشورها را می‌خوردند، ولی حالا باید حسرت نان هم بخورند. واقعیت وضعیت اقتصادی مردم نشان دهنده آن است که رئیسی به سوی اجرای عدالت پیش می‌رود، اما عدالت در توزیع فقر. سیاست‌هایی که مردم را به خیابان‌ها کشانده. این تصاویر تمثیلی از وضع اقتصادی مردمی است که همه می‌گویند حق دارد. اما در عمل دغدغه مقام‌های ارشد نظام چیز دیگری است. در روزی که آستانه تحمل مردم به کمترین حد ممکن رسیده، آنها به استقبال بشار اسد رئیس جمهور سوریه رفتند، کشوری که در یک دهه گذشته مردم ایران تاوان زیادی بابتش دادند، کشوری ویران که علی خامنه‌ای می‌گوید یک قدرت منطقه‌ای است، همان منطقه‌ای که رئیسی میگوید آینده‌اش در مقاومت است نه مذاکره. سیاست مطلوب رهبر جمهوری اسلامی که این مردم تاوانش را میدهند. مشتبه پور محسن، لندن.
بعد بیشتر به شرایط اقتصادی میپردازیم، همراه با فریدون خاوند اقتصاددان که از پاریس با ما همراه شدن. آقای خاوند، در حالی که در واقع ابراهیم رئیسی اومده و بحث ارزاق سهمیه بندی و کالاهای کوپنی رو مطرح میکنه، مردم هنوز تجربه دوران جنگ رو به خاطر دارند و دوران کوپنی شدن اجناس رو. شما چطور میبینید شرایط رو؟ و تجربه بسیار تلخی است. اون چیزی که شما بهش اشاره کردین اولا از سال 1360 شروع شد و بقایاش تا سال 1390 این کوپنیزم ادامه داشت. ببینین، کوپنیزم در نمیشه به طور کلی به طور مطلق اون رو نفی کرد. در بعضی از شرایط بسیار حساس، مثلا جنگ، خیلی از کشورها به سهمیه بندی و کوپنیزم رو میارن. منتها مسئله بر سر در ایران این بود که این کوپنیزم نگرانی های بسیار زیادی در بین مردم به وجود آورد، ناراحتی های زیادی ایجاد کرد و به خصوص باعث شد که خیلی ها از این کوپنیزم سود ببرند و فساد دامنه گسترده‌ای پیدا بکنه و بخشی از آقازاده ها در واقع پیامد این کوپنیزم در اون دوران هستند. در حال حاضر اینکه بحث کوپنیزم مطرح شده، دلیلش در درجه اول مسائل درونی ایرانه. وقتی بر اساس آمار رسمی گفته میشه که طی 12 ماه منتهی به فروردین 1401 قیمت کالاها و مواد غذایی 50% افزایش پیدا کرده، این آمار رسمی است، و فقط در فروردین ماه امسال طی مدت یک ماه 5% قیمت کالاها و خوراکی ها افزایش پیدا کرده، طبعا این ریشه داخلی است. البته مسائل بین المللی و از جمله جنگ اوکراین هم به این وضع دامن زده و این رو نمیشه انکار کرد، ولی اون چیزی که عامل اصلی جهش تورمی کنونی در ایران هست، مسائل درونی ایران و عدم توانایی دستگاه اداری ایران به مبارزه، دستگاه سیاسی ایران به مبارزه با تورم بوده و بنابراین با کوپن نمیشه این مسئله رو رفع کرد. تنها اضافه میکنم که کشورهایی که کوپنیزم رو به عنوان راه، تنها راه مبارزه با تورم انتخاب کردند، مثل کوبا 60 ساله که در این وضعیت ورطه دست و پا میزنن و هنوز به جایی نرسیدن. بله، شما به بخش از آمار اشاره کردید. وزارت رفاه هم اعلام کرده توی یک سال گذشته تورم در بخش از اقلام خوراکی بالاتر از حد بحرانی بوده. پرسش اینجاست که فاصله میان وعده هایی که داده شد از سوی ابراهیم رئیسی و آماری که موجوده چقدره و چطوره؟ فاصله بسیار زیاده. فاصله، آقای رئیسی وعده داده بود که به زودی تورم ایران رو در واقع کم بکنه و بعد اون رو به زیر 10% برسونه. تا وقتی که در عرصه سیاست‌های اقتصادی کشور در درجه اول، یعنی تبدیل مسئله به اصطلاح کسری بودجه و حل اون از طریق چاپ اسکناس، اقدامات مختزی در عمل نیاد، و تا زمانی که در عرصه سیاست‌های اجتماعی و همینطور به خصوص دیپلماتیک ایران در عرصه روابط با خارج تحولات جدی به وجود نیاد، آش همین آش و کاسه همین کاسه، و بنابراین در عرصه مبارزه با تورم از این راه ها کاری نمیشه کرد مگر از طریق اصلاحات بنیانی اقتصادی که متاسفانه انجام نگرفت. سپاسگزارم از همراهی شما دکتر فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس. در ادامه همین بخش نگاهی داریم به آخرین اخبار از ادامه جنگ در اوکراین، همزمان با برگزاری مراسم بزرگداشت پیروزی بر آلمان نازی در روسیه. در ادامه تلاش‌های جهانی، کشورهای گروه 7 از تصمیم خود برای قطع واردات نفت از سوریه میگویند. روسیه، با ما باشید. بیننده و شنونده مجموعه خبرهای نیمروزی هستید. پیش از ادامه مروری دوباره بر سرخط خبرها. دولت سوئد باید هر چه زودتر به مسیر درست برگرده. ادامه تنش ایران و سوئد بر سر محاکمه نوری و حکم اعدام جلالی. تهران کشورهای غربی را به همدستی با اسرائیل در عملیات تروریستی و جاسوسی متهم کرد. دقت کنید تیترهای سیاه، تیترهای انتقادی، گرونی، این چیزها را نذارید. دستورالعمل مدیران ارشد صدا و سیما برای سانسور نارضایتی ها و اعتراض ها. گویندگان و تهیه کنندگان برنامه ها از نقد دولت و نظام خودداری کنند. رژه نظامی ارتش روسیه در مراسم سالگرد پایان جنگ جهانی دوم.
و مجموعه گزارش‌های ایران اینترنشنال از وضعیت آموزشی کشورها پس از شیوع کرونا. 3,500,000 دانش آموز ایرانی به گوشی هوشمند دسترسی نداشتند. در سومین ماه از تجاوز نظامی ارتش پوتین به اوکراین، دست کم 60 غیر نظامی در پی بمباران یک مدرسه در شرق اوکراین کشته شدند. بر مبنای گزارش ولادیمیر زلنسکی، کشته شدگان ساکنان روستایی در منطقه لوهانسک بودند که در زیرزمین این مدرسه پناه گرفته بودند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، از بمباران این مدرسه ابراز انزجار کرد. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، میگوید دولت‌های عضو اتحادیه باید برای کمک به بازسازی اوکراین پس از جنگ استفاده از ذخایر ارز خارجی متعلق به دولت روسیه را مورد توجه قرار دهند. رهبران گروه هفت کشور صنعتی بزرگ جهان هم در بیانیه اعلام کردند انزوای اقتصادی روسیه را تقویت خواهند کرد. همزمان با برگزاری رژه ارتش روسیه در مسکو، معاون نخست وزیر روسیه از سفر روز یکشنبه خود به بندر ماریوپول در جنوب اوکراین خبر داد. این بالاترین مقام روسی است که از زمان شروع تجاوز نظامی ارتش پوتین به قلمرو سرزمینی اوکراین رفته. ماریوپول هفته هاست در محاصره کامل ارتش روسیه قرار دارد و تلاش های بین المللی برای تخلیه غیر نظامیان از این شهر همچنان ادامه دارد. رسانه‌های روسیه به نقل از رئیس هیئت مذاکره کننده این کشور می‌گویند مذاکرات صلح بین مسکو و کیف قطع نشده، بلکه به شیوه مجازی و از راه دور ادامه دارد. همزمان ارتش اوکراین اعلام کرد 4 موشک که از شبه جزیره کریمه تحت کنترل مسکو شلیک شده به بندر اودسا در جنوب غربی اوکراین اصابت کرده. با تشدید تنش بین مسکو و غرب، ولادیمیر پوتین امروز دوشنبه از رژه ارتش روسیه در مراسم سالگرد پیروزی کشورش در جنگ جهانی دوم استفاده کرد تا قدرت نظامی روسیه را به نمایش بگذارد. پس از مراسم رژه، پوتین سخنرانی کرد و در آن خطاب به ارتش روسیه گفت برای مردم دونباس و امنیت خودشان می‌جنگند. پوتین همچنین غرب را به دفاع از خائنان در اوکراین متهم کرد. علی کاظمی از مسکو با ما همراه میشه. علی، مراسم رژه پوتین در واقع و صحبت‌هایی که در اون داشت حامل چه نکاتی بود و چه تفاوت‌هایی رو با سال‌های قبل داشت؟ پوتین امروز همونطور که خودت هم گفتی تبریک گفت به مردم روسیه و همچنان نیروهای نظامیش. یکی از تفاوتاشی بود که عساکری که گفته میشن در دونباس حضور داشتن در جنگ اوکراین هم گفته شده امروز در ایرجه حضور داشتن. آقای پوتین گفت که شما دارین در سرزمین خودتان میجنگین، دونباس سرزمینی دانست از روسیه و به خاطر اینکه بتونیم دفاع بکنیم از مردم روستوار گفت که شما دارین میجنگین. و از سوی دیگه ناتو و آمریکا را متهم ساخت و گفت که ناتو و آمریکا هیچ وقت صدای ما را نشنیدن و گفت اونا داشتن آمادگی میگرفتن برای حمله به کریمیا و به گفته ولادیمیر پوتین این عملیات نظامی را آغاز کردن. اگر از تفاوت‌ها بگیم، حضور کمرنگ و حتی بگیم بیرنگ مقامات دیگر کشورها بود در مراسم امسال که در گذشته حضور داشتن، در حالی که بعد از این مراسم رژه کاخ کرملین اعلامیه را پخش کرد و گفت که سفرهای کشورهای آسیایی و آفریقایی در مراسم حضور داشتن و گفتن با لباسهای محلی خودشان آمدن. از سوی دیگر این رژه یک تفاوت دیگری داشت که نیروهای هوایی روسیه اشتراکی نداشتن و عملیاتی را برای نمایش و رژه حضور نداشتن. قبل از رژه گفته بود 77 هواپیمای نظامی قرار است مانور بده، ولی این مانور صورت نگرفت. کاخ کرملین اعلام کرده به خاطر دلیل بدی آب و هوا چنین اتفاقی رخ داده. سپاسگزارم از توضیحات شما. علی کاظمی، خبرنگار ایران اینترنشنال، که از مسکو همراه ما بودیم. تصاویری که می‌بینید تصاویر زنده هست از پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه. رهبران اروپا به مناسبت 9 می، روز پیروزی اروپا، در این شهر دور هم جمع شدند. امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، و اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، جزو سخنرانان این مراسم خواهند بود.
شما دارید صحنه‌هایی رو از مراسم اختتامیه این در واقع نشست می‌بینید و حاضرین که مشغول انجام حرکاتی شبیه به رقص هستند. Pose ton pied loin sur le côté pour créer une statue antique. Reviens. Pose l'autre pied sur le côté. Crée une nouvelle statue. Reviens. Statue. Nouvelle statue. Change de statue. Dernière statue. Saute d'un îlot à l'autre. صوت ستاتو. فما بربل باس رئیس پارلمان آلمان برای اعلام همدلی با شهروندان اوکراین دیروز به کیف رفت و خواستار توقف فوری تجاوز نظامی ارتش پوتین به این کشور شد. همچنین سران هفت کشور صنعتی جهان که در پایان یک نشست مجازی به حضور ولادیمیر زلنسکی با تأکید بر حمایت از کیف بر تعهد خود و افزایش فشار بر مسکو و قطع تدریجی خرید نفت از روسیه تأکید کردند. آزاده کنگرانی در همین زمینه گزارشی تهیه کرده. هشداری دیگر به روسیه برای تهاجم همه جانبه به اوکراین. این بار از سوی رهبران گروه جی 7 در نشستی آنلاین و کنفرانسی ویدیویی. رهبران گروه 7 شامل آمریکا، کانادا، آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و ژاپن روز یک شنبه 8 ماه می که مصادف است با یک روز پیش از سال روز پایان جنگ جهانی دوم و پیروزی اتحاد جماهیر شوروی بر آلمان نازی بر حمایت خود از اوکراین تاکید کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در این جلسه شرایط فعلی این کشور را چیزی شبیه به وضعیت مردم در جنگ جهانی دوم توصیف کرد. امروز 8 می روز کلیدی یادبود همه قربانیان جنگ جهانی دوم و روز شکنندگی صلح و غیر قابل قبول بودن رژیم‌های ضد بشریه. واقعیت اینه که امروز برای دیگران یک خاطره است، اما برای مردم ما متاسفانه این روز یادآور خبر هر روزه ماست. همین دیروز در روستای بیلوهوریکا منطقه لوهانس 60 نفر با بمب‌های روسیه کشته شدند. مردم صلح‌جو، اونها از شر گلوله باران در ساختمان یک مدرسه عادی پنهان شده بودند که ساختمان مورد حمله هوایی روسیه قرار گرفت. انجام این کار دقیقاً تقلید از شری است که نازی‌ها به اروپا آوردند. تلاش‌های قدرت‌های جهانی بر این محور استوار شده که مسکو را از طریق تحریم بر منابع انرژی و اولیگارش‌ها و حامیانش منزوی‌تر کنند. اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان نیز پیش از نشست جی 7 خطاب به مردم سراسر جهان اعلام کرده بود که صلح نمی‌تواند از سوی روسیه دیکته شود. روسیه جنگ را نخواهد برد. Umso schmerzhafter ist es mitzuerleben wie heute 77 Jahre. این بسیار دردناک است که 77 سال پس از جنگ جهانی دوم زور و وحشیگری صلح و قانون را در اروپا زیر پا می‌گذارد و شاهد این هستیم که چگونه ارتش روسیه مردان، زنان و کودکان را در اوکراین می‌کشد، شهرها را به آوار و خاکستر تبدیل می‌کند و حتی به کسانی که فرار می‌کنند حمله می‌کند. برای من روز 8 می شبیه هیچ روز دیگری نیست و به همین دلیل است که من امروز شما را خطاب قرار می دهم. ما نمی توانیم پایان جنگ جهانی دوم را در اروپا بدون نگاه کردن به واقعیت های کنونی به یاد بیاوریم. بار دیگر در اروپا جنگ در گرفته و روسیه این جنگ را به راه انداخته است. از سوی دیگر جاستین ترودو نخست وزیر کانادا نیز در سفر غیر مترقبه اش به اوکراین بر تشدید تحریم های اقتصادی علیه مسکو تاکید کرد. کانادا 40 شهروند، 5 نهاد و تعدادی از اولیگارش‌های روس را تحریم می‌کند و کمک‌های نظامی، ارسال دوربین‌های پهپادی و اسلحه سبک به اوکراین را افزایش می‌دهد. سفارت کانادا نیز به زودی در کیف، پایتخت اوکراین، راه‌اندازی خواهد شد. گروه جی 7 باور دارد که تاکنون تحریم‌های اقتصادی وضع شده بر روسیه تأثیری چشمگیر بر حوزه‌های مالی، تجاری، دفاعی، فناوری و انرژی این کشور گذاشته است. این گروه بیانیه‌ای صادر کرده که نسخه از آن در وبسایت کاخ سفید آمریکا منتشر شده است. این کشورها در این بیانیه اعلام کردند که مقابل انتشار اطلاعات پروپاگاندای کرملین خواهند ایستاد.
آنها از روسیه خواستند که مسیر دیپلماسی را برگزیند، تنش‌ها را کاهش دهد، نیروهای نظامی را به طور عمده از نزدیکی مرزهای اوکراین بیرون ببرد و کاملاً از تعهدات بین‌المللی از جمله کاهش تهدید و شفافیت فعالیت‌های نظامی پیروی کند. آزاده کنگرانی، واشنگتن دی سی. با حسین آقایی، پژوهشگر رابطه بین‌الملل و امور استراتژیک از ترکیه همراه میشیم. آقای ارزیابی، شما رو بشنویم از صحبتهایی که ولادیمیر پوتین در مراسم سالانه رژه ارتش روسیه مطرح کرد. به نظر شما چه نکات مهمی بود، مخصوصا بخشی که از غرب انتقاد میکرد؟ برخلاف انتظارها به نظرم یکی از بی‌رمق‌ترین رژه‌های روز پیروزی رو در طول چند سال اخیر شاهد بودیم، حالا هم به لحاظ اون نمایش ادوات و تجهیزات نظامی و هم حضور مهمانان خارجی، هر دو کمرنگ بود. سخنرانی پوتین هم خیلی کوتاه بود، یعنی نسبت به حالا گذشته، سالهای گذشته که سخنرانی ایراد میکرد و حالا به لحاظ محتوایی خیلی چیز جدیدی رو نگفت که قبلا نگفته باشه، ولی روی تصمیمش برای جنگ در اوکراین از اون تصمیم دفاع کرد، اون رو ضروری دونست و گفتش که تصمیم درستی بوده و جنگ در اوکراین رو دوباره مقایسه کرد با اون نبردهای روسا در برابر آلمان نازی در خلال جنگ جهانی دوم یا همون جنگ کبیر میهنی روسا و گفتش که ما الان با نئونازی‌ها در اوکراین در جنگ هستیم. یه جمله مهمی رو به نظرم پوتین گفت که خیلی در واقع اهمیت داره، گفت ما به خاطر دفاع از سرزمین مادریمون در اوکراین هستیم، برای دفاع از سرزمین‌های تاریخیمون از جمله کریمه. یعنی میخوام بگم پوتین دوباره تکرار کرد همون ایده خودش که اساساً برای اوکراین حق حاکمیت و تمامیت ارضی متصور نیستش. بنابراین در تحلیل نهایی میشه گفتش که حالا برخلاف اون اخباری که تو رسانه‌های غربی بوده، حتی خود مقامات اوکراینی اعلام کرده بودن که امروز میاد پوتین اعلان جنگ رسمی میکنه، بسیج عمومی اعلام میکنه، این اتفاقا نیفتاد. ولی به نظرم پوتین گفتش در واقع میخواد این جنگ رو ادامه بده و دفاع کرد از این مسئله و به نظرم این جنگ همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و به نظر نمیرسه که روسیه بخواد، به خصوص شخص پوتین، در برابر این مسئله بخواد کوتاه بیاد. و این بمباران یک مدرسه که دیدیم 60 قربانی حداقل به جا گذاشته، آیا ارتش پوتین به صورت هدفمند مراکز غیر نظامی رو و مسکونی رو در واقع مورد حمله قرار میده؟ ببین، من قبلا هم گفته بودم در مورد اون اتفاقاتی که در بوچا، جنایتی که در بوچا رخ داده بود، ما شاهد این هستیم که روسیه از اون مدل جنگی خودش در جنگ چچن و جنگ سوریه، مشخصا در حلب و دیگر نقاط دیگه داره استفاده میکنه در جنگ اوکراین. یک تاکتیک روسا هستش که زیر ساختهای حیاتی رو میزنن، بیمارستان ها، مناطق مسکونی، برای اینکه ایجاد رعب و وحشت بکنن. و به نظر من این، با توجه به اینکه به نظر میرسه که پوتین به نوعی به طور غیر رسمی داره میگه که الان جنگ وارد یک مرحله دیگه تازه‌ای شده، به نظر من این ابعاد انسانی جنگ در اوکراین به نظر من به مراتب بدتر خواهد شد، با توجه به اینکه الان هم نیروهای روسیه و هم نیروهای اوکراین در واقع وارد یک جورهای جنگ تنبتن هستن در منطقه دونباس و فکر می‌کنم این ابعادش بیشتر خواهد شد. من فکر می‌کنم که روسیه در واقع سعی می‌کنه که تا زمانی که به اون اهداف نظامی خودش نرسید، یعنی مثلا اون پل ارتباطی بین دونباس و کریمه رو برقرار نکنه و شرق اوکراین رو نتونه در واقع اونجا رو یا از بین ببره، کلا غیر قابل سکونتش بکنه، یا اینکه بتونه اون مناطق استراتژیک خودش رو در واقع تصاحب بکنه، دست از این جنگ نمیکشه و بعد میاد پای میز مذاکره. یعنی به لحاظ نظامی میخواد به یک هدفی برسه با دست بالا از موضع قدرت، اون موقع بیاد با اوکراینیا پای میز مذاکره بشینه. اگر اوکراینیا به خواسته روسیه تن در بدن، شاید بشه گفتش که این جنگ پایان بپذیره. ولی به نظر من روسیه ممکنه شخص پوتین این فکر رو داشته باشه که اوکراین تجزیه بشه، یعنی به شرق در دست روسیه و غرب در دست و غرب اوکراین در دست خود اوکراینیا و غرب. بله، سپاسگزارم از توضیحات شما حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک از ترکیه. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار دنیا.
سفارت جمهوری اسلامی در اوکراین از شهروندان ایرانی ساکن مولداوی خواسته این کشور را ترک کنند. دفتر سفارت ایران در اوکراین هشدار داد احتمال می‌رود درگیری و جنگ به جمهوری مولداوی در جنوب غربی اوکراین گسترش پیدا کند و از همین رو از شهروندان ایرانی خواسته می‌شود اگر ضرورتی به ادامه حضورشان در این منطقه نیست از مولداوی خارج شوند. در پی خروج بخشی از نیروهای روسیه از سوریه، پایگاه‌های نظامی تخلیه شده سربازان روس در اختیار نیروهای سپاه پاسداران و حزب الله لبنان قرار گرفته. تایمز اسرائیل به استناد گزارشی از روزنامه موسکو تایمز می‌گوید روسیه برای تقویت نیروهایش در اوکراین، خارج کردن برخی از نیروهای نظامیش از سوریه و انتقال آنها به اوکراین را آغاز کرده. مردم فیلیپین امروز دوشنبه برای شرکت در انتخاباتی پرحاشیه به پای صندوق‌های رأی رفتند تا رئیس جمهور جدید این کشور آسیای جنوب شرقی را انتخاب کنند. نامزد پیشتاز انتخابات بونگ بونگ مارکس پسر فردیناند دیکتاتور سابق فیلیپین است. رقیب اصلی او معاون رئیس جمهور فعلی. علم و فناوری و تجربیات قبلی در دو سال اخیر و در روند مقابله با همه‌گیری کرونا در جهان به یاری انسان آمد. پیش از کشف دارو و واکسن کرونا معلوم شد پوششی وجود دارد که انسان‌ها سال‌ها به آن دسترسی داشتند و می‌تواند از سرعت شیوع ویروس بکاهد. مبتکر این پوشش پزشکی بود از قاره آسیا که نام او را کمتر کسی شنیده. گزارشی ببینید از توماج تاهباز. از پکن و سئول تا تهران و تل آویو، از مسکو و کیف تا کابل یا نیویورک، یه چیز مشترکی تو این دو سه سال همه آدم‌ها رو به هم وصل کرد. یه اشتراک ساده ای انسانی به نمادی تبدیل شد از تمایل اکثر ما به زنده موندن، به زندگی و البته به احترام به زندگی و سلامت دیگران. ماسک. این روزا خیلی از ما گوشه و کنار جهان، از جمله اینجا که من هستم یعنی کره جنوبی، بالاخره اجازه پیدا کردیم که این ماسک رو از صورتمون برداریم. هرچند از اولش هم خیلی اون علاقه ای نداشتیم به زدنش، ولی واقعیتش اینجاست که این ماسک جون خیلی از ماها رو نجات داد و ما اون رو مدیون یک پزشک چینی سوار هستیم که تو مالزی به دنیا اومد. دکتر وو لیانده حدود 150 سال پیش تو جزیره پیننگ غرب مالزی به دنیا اومد. دانش آموخته دانشگاه کمبریج تو بریتانیا بود. اولین شهروند زاده مالزی که نامزد نوبل پزشکی شد. اما اون چیزی که باعث شد وو لیانده دست به نوآوری تاریخی خودش بزنه اتفاقی بود تقریبا مثل شیوع کرونا. اواخر سال 1910 تو دوران آخرین امپراتور یه بیماری شدیداً کشنده تو شمال شرق چین شایع شد. دکتر وو مسئول مقابله با این همه‌گیری شد و موفق شد باکتری بیماری رو شناسایی کنه. طاعون ریوی که جون ده‌ها هزار نفر رو گرفت. اما وو متوجه یه موضوع مهم دیگه هم شد. برخلاف تصور عموم تو اون سالا متوجه شد این طاعون از طریق قطره‌های تنفسی گسترش پیدا می‌کنه. درست عامل اصلی تو گسترش ویروس کرونا. وو لیانده برای مقابله با طاعون چین ماسکی ساخت از پنبه و گاز با اضافه کردن لایه‌های بیشتر پارچه و البته دوخت و دوز بهتر و مطمئن‌تر برای اینکه جلوی هر درزی گرفته بشه. ماسک قبلا هم وجود داشت اما نه با این شکل و فرم. دکتر وو همکاراش رو هم تشویق کرد که از ماسکی که ساخته بود استفاده کنن. اون موقع هم مثل الان استفاده از ماسک با مقاومتای روبرو شد. مثلا گفته میشه یه دکتر فرانسوی که معتقد بود ماسک به درد نمیخوره تا اون گرفت و مرد. اما ماسکی که دکتر وو ساخت جون خیلی ها رو نجات داد. در نهایت هم به اون چیزی تبدیل شد که ما امروز به اسم ماسک N95 یا انواع شبیه به اون با اسمای مختلف میشناسیم. ابتکاری که حالا به یه استاندارد معمول نه فقط واسه پزشکا و پرستارا که حتی برای مردم دیگه تبدیل شده. سالها از زندگی و مرگ دکتر وو میگذره. این روزا خیلیا اون رو به اسم هم نمیشناسن. ولی اون چیزی که دکتر وو ساخت حالا نماد منحصر به فرد و تاریخی از دورانیه که من و شما داریم میگذرونیم و احتمالاً هم به این زودی‌ها فراموشش نخواهیم کرد. توماج تاهباز، سئول. در ادامه این بخش خبری و در گزارشی به وضعیت دانش آموزان پس از آغاز دوره همه‌گیری در ایران می‌پردازیم. با آغاز شیوع کرونا سهم دانش آموزان کانکس نشین، چادر نشین و مدارس کپری مناطق محروم از سیستم آموزشی نادیده گرفته شد. همراه ما باشید.